سلام و درود خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه چراغ قوه. با اپیزود 15 هم از برنامه چراغ قوه در خدمت شما. درود میگم خدمت بینندگان چراغ قوه و تلویزیون آزادی. دوباره از جناب مستاقی دعوت کردیم در برنامه 15 هم در خدمتشون باشیم و ادامه گفتگوهایی که در برنامه پیش داشتیم و خیلی از سوالاتی رو که دوستان پرسیده بودن وقت نشده بود از ایشون سوال بفرماییم، ما امروز رو اختصاص دادیم به این سوالها و مبحث باقی مونده. جناب مستاقی خیلی خوش آمدید، ما در خدمت شما هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. از همه صحبت ها خبری از آقای نوری میخواستیم بگیریم که در زندان هستن و همچنان بازداشتشون تمدید شده. امیدواریم که خبرهای خوشحال کننده رو به ما بدید در این رابطه. ما در خدمت شما هستیم. بله، خب ایشون دوباره محکوم شدن به 4 هفته بازداشت و به این دلیل که متهم هستن به شرکت در کشتار دست جمعی و دادستان در حال تحقیق هست در این مورد، نیاز داره به بررسی اسناد، شواهد و همچنین سفر به کشورهای مختلف برای اینکه بتونن شواهد لازم رو فراهم بکنن. و همین دلیل دادستان هر بار 4 هفته تقاضای بازداشت او رو میکنه و از اونجایی که بیم این میره که او فرار کنه یا در اسناد و مدارک دستکاری بکنه یا اونها رو از بین ببره، به همین دلیل به تقاضای دادستان در بازداشت میمونه. الان 7 حکم برای او تا حالا بوده. 27 ماه می دادگاه دیگری هست که دوباره به موضوع تمدید بازداشت او میپردازه و با توجه به شواهد و قرائنی که هست قطعاً بازداشت او تمدید میشه. ممنون از شمای مستاقی. برمیگردیم به صحبتهایی که قبلا داشتیم. به هر حال یک برنامه قبلی هم با شما داشتیم، اونجا خود شما گفتید که مجاهدین یک ارتجای مغلوب هست و همون سازمانی داره که مثل ولایت فقیه داره عمل میکنه. خب یک سوالی پیش میاد، در فردای آزادی ایران، میتونه فردا باشه میتونه چند سال دیگه باشه، معلوم نیست چه اتفاقی میفته، اما در فردای آزادی چه رفتاری باید بشه با افراد یا گروه‌های مثل مجاهدین که شما الان رو یک ارتجاع میدونید یا هر تفکر دیگه‌ای که واقعا تابعیت ایرانی دارن، یعنی به عنوان یک فرزندی از ایران، حالا یا خلف یا ناخلف یا با تفکر متفاوت، از نظر شما که خودتونم دارید میگید که من نظر مستقل خودم رو دارم، از نظر شما باید چه رفتاری کرد، چگونه باید برخورد؟ اول از اون که من در ارتباط با همه مسائل قانون هستش که حرف آخر رو میزنه. افراد، اشخاص با توجه به نظرات گوناگونی که دارن عملا تعیین کننده نیستن، نه حالا من، هر کسی دیگه و منم یکی از اونها. ما اصولا داره موقعیتی نیستیم که بخوایم در این موارد اظهار نظر کنیم یا حتی در این موارد خواسته ای رو مطرح کنیم. و من تصورم اینه که هنوز به قول معروف نه به بره نه به باره و صحبت کردن در این موارد زیاد کارساز نیست و عملا راجع به موضوعاتی است که بیشتر جنبه غیر عملی داره. ما اصلا معلوم نیست کی به پیروزی میرسیم، معلوم نیست در اون شرایطی که به پیروزی میرسیم کدوم نیرو هست کدوم نیرو نیست یا هر نیروی در چه موقعیتی قرار داره. نیروها هر روز تغییر میکنه موقعیتشون. من الان خدمت شما این رو عرض میکنم، در سازمان مجاهدین حالا در فردای فرضی، چنانچه مسعود رجوی همین امروز که خب 72 سالش هست، اگر او بمیره از نظر من تقریبا هیچ شانسی برای ادامه حیات مجاهدین نیست و به این سوالی که اصلا شما دارید ما نمیرسیم. یعنی چون انقدر این سازمان قائم به فرده که با از بین رفتن او، یعنی با درگذشت او و با حذف او از این سازمان، در ترتیب
عملا این سازمان مثل یک حبابی در هم فرو می باشه. این سرنوشت همه سازمان‌ها یا فرقه های این چنانی است، حتی بسیاری از حکومت ها هم به همین ترتیب فرو می ریزن. بنابراین من فکر میکنم که راجع به هر موضوعی باید در زمان خودش صحبت بشه. یک در ثانی، من در موقعیتی نیستم که راجع به این موضوع اظهار نظر بکنم. خب جناب مصداقی عزیز، مبارزات چریکی رو در برنامه پیش ما در موردش صحبت کردیم و از نظر شما مبارزات چریکی مردود شناخته شده. در حال حاضر مردم با مبارزات مدنی هم در مورد مبارزات مدنی هم تمایلات آنچنانی نشون نمیدن. به عنوان یک فعال سیاسی چه مبارزه‌ای رو پیشنهاد میکنید برای مردم، برای اقشار عادی؟ ببینید، من در واقع هیچ شکلی از مبارزه رو محکوم نمیکنم. این خود جریانات، گروه های سیاسی و نیروها هستن که شکل مبارزه خودشون رو تعیین میکنن. این که مثلا مبارزه مدنی جواب نداره لزوما این گونه نیست. میدونید، بس من نیست که ما هممون بریم دنبال مبارزات مدنی، یا یکی میگه نافرمانی مدنی، یا اساسا ایده هستن که هر گونه مبارزه قهرآمیز رو به غلط خشونت آمیز معرفی میکنن. چون ما یه مبارزه قهرآمیز داریم، قهری که از طرف حکومت ها تحمیل میشه به جریانات سیاسی. خشونت رو دولت ها میکنن، برای قهر رو مردم میکنن. ببینید، وقتی مردمی میریزن یه جا، یک پادگانی رو آتش میزنن، یک پایگاهی رو آتش میزنن، یا یک مثلا بانکی رو آتش میزنن، تو همه غرب هم که میبینید، اینا خشونت نیست، اینا قهره. قهر با خشونت فرق میکنه. اینی که در نظام‌های دیکتاتوری هم به همین ترتیب هست. ولی شکل خاص مبارزه چریکی رو که من عرض کردم، برای که مبارزه چریکی یه شکل خاصی، به خصوص چریک شهری. حالا یه موقع است تو روستایید، یه موقع است تو جنگلید، خب اونم کشورهایی که در واقع شکل دهقانی داره، بچه قالب کشور دهقانان تشکیل میدن، و مثلا چین، مثلا ویتنام، و یا جنگل هایی در اونجا هست، مثل جنگل هایی که مثلا در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین هست یا در خود ویتنام بوده. ببینید، اینجا مبارزاتی است که شما تو جنگل میکنید یا تو روستا میکنید. خب اون چیزی که در واقع روستاییه یا چریکی است که تو جنگل مبارزه میکنه. ولی واقعا چریک شهری هستی. چریک شهری در هیچ نقطه ای از دنیا هیچ موقع موفق نبوده. چرا موفق نبوده؟ برای اینکه شما هیچ پناهگاهی ندارید. شما هیچ جایی که بتونید در اونجا خودتون رو از حملات دشمن حفاظت کنید ندارید. شما فوقش توی خونه ای هستید، هرگاه که اون پایگاه لو بره، که خب طبیعی است توی شهر لو میره، شما تنها رایی که براتون میمونه مقاومت تا آخرین گلوله است و بعدم میمیرید. خب من شما چقدر میتونید مقاومت کنید در مقابل محاصره خونتون که هیچ راه فراری هم نداره؟ حالا شانسی بشه یکی در بره، مثلا توی موقعیت یکی در بره، خب تو جای دیگه دوباره گیر میکنه، دوباره تو اونجا دیگه این شانس براش نیست. میدونید، از یه کمین در میره، ولی تو کمین بعدی گیر میکنه. بنابراین اصولا چریک شهری یعنی دست و پنجه نرم کردن با مرگ، مرگ محدوم. و مگه شما چند نفر رو میتونید وارد مبارزه چریکی بکنید؟ مگه چند نفر آمادگی مرگ رو دارن؟ اینه که هر یک نفری که از صحنه حذف میشه، شما نمیتونید نیروی جایگزینش رو بیارید. به سختی چنین چیزی امکان پذیره. تجربه مجاهدین هم هست. بزرگترین سازمان چریکی دنیا در عرض یک سال جمع شد. یعنی ما اثری از آثار مجاهدین در سال 61 از تیمای نظامی و از مبارزه چریک شهری دیگه در ایران نمیبینیم. همه جمع شده، مگر اینکه تک مورد اینجا یا اونجا هسته های باقی مونده باشن، هسته های تازه تشکیل بشن و اینا بخوان به یک مثلا سری عملیات که غالبا عملیات ایزایی دست بزنن. خب بعد اینم چند ماهه، بعد دوباره
همینا هم دستگیر میشن و فروکش میکنه کمان که چی کرد. یعنی ما این تجربه رو داریم، هم مبارزه چریک شهری در اساساً تئوریاش در برزیل بوده و کارلوس ماریگلا این رو تئوریزه کرد، بعدا همین مبارزه چریکی یا کانون شورشی در ویتنام بود که رژی دبره اون رو در کوبا بود که رژی دبره اون رو تئوریزه کرد، بعدها خود هر دوتای اینا این تئوری رو رد کردن. رژی دبره بعدا خودش به دولت فرانسه پیوست چون فرانسوی بود و بعد هم دیپلمات فرانسوی شد. اینه که میخوام عرض کنم همه کسایی که این نوع از مبارزه رو در پیش گرفتن به نوعی به پاسخگو نبودن اون و یا اینکه کارساز نبودن اون در عمل رسیدن و پذیرفتن که این راه جواب نداره. حتی خود مجاهدین هم به این رسیدن. شما ملاحظه میکنید در عرض کمتر از یه سال مجبور شدن جمع کنن. ولی یک اشکالی که در مسعود رجوی بود اون این بود که این فرد هیچگاه نمیپذیره اشتباهش رو و نمیپذیره شکست رو. شما میتونید از شکست پیروزی بسازید، شما میتونید با درسگیری از تجربیاتتون یک نقطه باشه برای یک درسی باشه برای آینده مبارزتون. متاسفانه در اون نیست. در عمل میدونست این جواب نداره و در عمل به شکستش معترف بود. به همین خاطر میبینید که عنوان آخرین رایی که براش مونده میره عراق، چون میدونست جواب نداره و میدونست نیروی دیگه نیست که بخواد این رو ادامه بده، حتی بخواد ادامه بدن نیروی نیست. ولی به جای اینکه بیاد بپذیره و این انتقاد به خودش بپذیره، میاد یه داستانهای دیگه رو علم میکنه و بعدش هم حالا عراق و بعد اونجا مدعی تشکیل ارتش آزادی بخش بشه، یعنی شکل دیگریست. اساسا اون چریک شهری دیگه نیستش که. اینی که از نظر من به این علته. حالا توی الان شما بیایید تو جامعه ما همینه و بعد وقتی شما بیایید تو مبارزه چریک شهری، یعنی یک سری نخبگان به شما میپیوندن. نخبگان به این مفهوم که همه مردم که حاضر نیستن بیان اسلحه دست بگیرن و چریکی و بعدم در عرض 5 6 ماه جونشون رو بدن و برن. چند نفر مگه اینجوری هستن؟ چه تعدادی حاضرن که همچین فداکاری رو بکنن؟ اینی که یه سری نیروی نخبه میشه، اینا هم که از صحنه برن بیرون، شما نمیتونید کسی دیگه رو جایگزینش کنید یا به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین شما با یک تعداد معدودی از آدم ها میخوایید با یه رژیم مقابله کنید. خب معلومه نمیشه، این نیرو نابرابره، پاسخ نمیده، جواب نمیده. حالا از نظر من هر چه شما بتونید نیروی گسترده تری رو وارد میدان کنید و نیروی بیشتری رو درگیر مبارزه کنید، به خصوص در مبارزه با رژیم های فاشیستی و در مبارزه با رژیم های دیکتاتوری موفق تری، وگرنه به سرعت شما رو جمعتون میکنن و عملا صحنه رو شما میبازید. ببینید خیلی از انواع مبارزه هست که شاید سر و صداش تو کوتاه مدت زیاد باشه. ببینید من چون تو این مسئله خودم از نزدیک دخیل بودم و از نزدیک تجربه کردم، شما فکر کنید مثلا همون تظاهرات هایی که در شهریور و مهر سال 60 مجاهدین داشتن، تظاهرات های مسلحانه اسمش شد، نگران مسلح بودن، ولی خب ببینید مگه چند نفر میان تو تظاهرات؟ تظاهراتیست که بگیرنت مرگ. خودشون هم گفته بودن هر کی رو بگیرید نیاز نیست اوین بیارید، همون توی خیابون دو تا پاسدار شهادت دادن گوشه دیوار بذارید بکشنش و این کارو میکردن. و بعد هم گفتن نیمکششون رو بیمارستان نببرید، تموم کش کنید، یعنی کسی مجروحه همونجا بکشینش، دیگه بیمارستان نبرید. اینا رو تو تلویزیون میگفتن، اینا رو تو روزنامه مینوشتن، بالاترین مقامات قضایی میگفتن اینا رو، از موسوی تبریزی که الان اصلاح طلبه تا موسوی تا محمدی گیلانی. خب لاجوردی هم که دیگه گل سرسبد این جانیان بود. بنابراین خب فکر کنی چند نفر تو این تظاهرات میان؟ هر کسی که این آمادگی رو نداره. برفرض
خب ما رفتیم سری، روز اول در رفتم، روز دوم در رفتم، روز پنجم در رفتم، بالاخره یه جا گیر میکنم دیگه. و بعد اگه من تموم شدم دیگه کی میاد؟ کسی نیست وقت میاد. این اتفاقی بود که تو 60 افتاد. درسته فداکاری بسیار بسیار زیاد بود، ولی نتیجه فداکاری ها چیه؟ نتیجه فداکاری ها اینه که شما بهترین نیروهاتو از دست میدی بدون این که بتونی کاری رو، خطی رو پیش ببری. اینم در این که آقا هر کسی که شهید میشود، هر دستی که میفتد 100 تا دست بلند میشود، این همش حرفه. چی حرفو چیه؟ مگه فکر میکنید هر کسی آمادگی اینو داره؟ اینو یه سری شعارای دلخوشکنه که در صحنه عملی شما در علم اگر بخواید با قضیه علمی برخورد کنید هیچ موقع اینجوری نیست. مگه فکر میکنید مثلا یه نیروی ارتشی تلفات میده میگه هر یک شهیدی که شد 100 شهید در میآید، مگه همچین چیزی میشه؟ خب برید بس شهید بکارید دیگه. اگه اینجوری شهید در میاد بریم شهید بکاریم. حال نیستین آخه. هر کسی که کشته میشه یعنی شما دچار خسران میشید، یعنی اونو از دست دادید. نه به این سادگی هم جایگزین نمیشه. حالا ممکنه مثلا شما فکر کنید 10 تا 20 تا 50 تا آدمتون کشته میشه، تو اینا یه نفر دو نفر از دوستاش یا خانوادهش احساسی میشن میان به شما میپیوندن. فکر میکنید مثلا هر کی کشته شد 10 تا خانوادهش میاد میپیونده؟ خب چرا تو مال ما نشد پس؟ این همه ای که ما کشته دادیم، اگه هر شهیدی نمیدونم هر شهیدی نمیدونم 10 تا نمیدونم ازش در میاد، خب این همه شهید شدن، خب بعد از هر کدومش 10 تا در میاد دیگه، نه 2 تا در میاد، بعد تعداد ما میشد دوبل، بعد میشد سوبل، پس چرا نشده؟ خب برای که این اساسا این تئوری غلطه. اینا یه سری چیزای ذهنی میبافن. درست مثل اون شعارهایی که میدادم، من یادم سال 58 مجاهدین یه سری نوارهای بیرون میدادن، خب تهیج کننده بود، مثلا شعر بود، بزن جلاد ازدا گناه هارم به سوی حق شتابون. حرفا چه کسی شکنجه تعمل کرده باشه مگه این حرفا میزنه؟ یعنی کسی که این شعر گفته از نظر من قطعا این شکنجه رو تجربه نکرده، مطمئن نکرد. و یعنی یا آقا بزن جلاد ازدا گناه هارم به سوی حق شتابون، مگه مازوخیستی؟ بزن جلاد چی چیه؟ که مثلا گناه های من پاک بشه. ببخشید آخه این چیزی مردشوی خود رو با گناهات ببرن. آخه چه گناهی من که حالا مثلا یارو جلاد بیاد ما رو بزنه؟ که گناه ها من چه گناهی کردم؟ گناه های من پاک بشه که برم بهشت؟ بزن جلاد بزدا گناه هاونم به سوی حق شتابانم. یعنی از این بی‌محتواتر، از این شعاری تر، از این بی‌محتواتر و از این بیمارگونه تر دیگه شعر نیست. خب آقای مستقی، اگه اجازه بدین کوتاه‌تر و برسیم بتونیم به همه سوالات برسیم. اگه صحبتی هست من تریبون رو در اختیار دارم. یکی از دلایلی که ما شاید چند قدم فراتر از فردا میگذاریم و میخوایم آینده روشنی بعد از جمهوری اسلامی داشته باشیم، اینه که قسمتی از مردم ایران، شاید قسمتی از عموم مردم ایران این رو دارن میگن که ما خب اگر عوض بشه چی میشه؟ ما مثلا بعد از حکومت سال 57 گفتیم انقلاب میشه، خوب میشه، یه چیزی در اومد، اصلا خودمونم موندیم توش. آره الان هم اینه که ما میگیم اگر این بشود چه میشود، دلیل روشن کردن تفکرات به صورت خاصه. حالا اینکه شما خودتون توی برنامه قبلی گفته بودید هر گروهی که بتونه نیروی بیشتری رو به میدان بیاره موفق تره، آیا این نزدیک به پوپولیسم و عوامگرایی نخواهد بود که هر گروهی که بیاد به هر حال یک سری چیزهایی که عوام اون رو دوست دارن حداقل در شعار و نهایتا منجر به تجمع نیرو بشه و حتی به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر بشود، اول از همه چه اتفاقی برای تفکرهای دیگری میفته؟ ما چند روز پیش درگیری کوچیکم توی تویتر داشتیم، پادشاهی خواها، فدرالیست خواها، سوسیال دموکرات ها، هرچند سوسیال دموکرات به عنوان یک نوع از حکومت نمیشه شناخت، و یکی دیگه هم بود الان من دقیقا یادم نیست، و یه جورایی شده بود این که آقا نه شما نباید باشید، ما باید باشیم، شما نباید باشید، اونها باید باشید. چه اتفاقی برای تفکرات دیگر میفته به صورت خاص، مثلا جمهوری خواها، فدرال خواها و پادشاهی خواها؟ والا اول از اون که من نمیگم هر گروه، اصولا من صحبت سر نکردم که هر گروهی که
مردم بیشتری رو بکشه وسط موفقه. من میگم شما برای مقابله با رژیم یا برای فروپاشی رژیم یا برای شکست نظام حاکم میبایستی نیروهای بیشتری رو به صحنه اجتماعی بیاری، حالا هر کسی فرق نمیکنه، نه اینکه حالا من بیشتر رو بردم یا او، چون اساسا کار یه فرد و دو فرد نیست یا یه جریان و دو تا جریان نیست. من عرضم اینه که باید شیوه ای از مبارزه رو ما اتخاذ کنیم که بتونه نیروی بیشتری رو به صحنه بیاره و نیروی بیشتری رو در صحنه نگه داره. یعنی نیرویی که به صحنه میاد مثل یه بارون بهاری نباشه، بارون بهاری یه رگبار میزنه بعد تمومه. خب نه، این نیرو باید باشه تو صحنه اگه میخواییم این رژیم رو بندازیم، اگه نه میخواییم یه روز بیاد بعد بره خونهشون بگیره بخوابه میشه بارون بهاری و کارساز نیست. این یک مسئله است. ولی اینکه تکلیف نیروها چی میشه، تکلیف نیروها رو کسی معین نمیکنه. ببینید تکلیف نیروها رو اولا قانون تعیین میکنه. قانون رو کی تعیین میکنه؟ نیروهایی که در اون مبارزه شرکت دارن، در واقع اونا هستن که بعد در انتخابات مردم بهشون رأی میدن، اینا میرن قانون رو مثلا از تصویر میگذرونن. خب ما الان نمیتونیم بگیم که کدوم نیرو. چرا؟ برای اینکه این نیروها در جریان مبارزه است که خودی نشون میدن و بعدش هم حالا نیرویی که میتونه رژیم رو بندازه به طب در احتمالاً در نگاه مردم مقبول تره و احتمالاً اگه رأی گیری بشه رأی بیشتری میاره. به نظر من یعنی امروز تقریباً حالا تو حرف لااقل همه معتقد به اینن که نتیجه حالا هر چیزی رو بایستی صندوق رأی مشخص کنه، حالا چه نوع حکومت باشه چه قوانینی که میخواد بر ایران حاکم باشه، اینو حالا همه میگن، میگن بایستی، حالا میگم. و یه روزی یه کسی به من میپرسید، یکی از این دوستان بود، من رفتم مصاحبه‌ای با یکی از دوستان کرد بود، برگشت به من گفتش که شما تضمین میکنی فردا اینجوری. من چیکارم که تضمین کنم؟ این یکی. دو، برفرض فکر کن من تضمین کردم، تو باور میکنی؟ گفتم اولا من که کسی نیستم، حالا اگه اومدم تضمینم کردم تو چرا باور میکنی؟ گفتم ببین ما باید خودمون در مبارزه شرکت داشته باشیم، به اندازه‌ای که تو مبارزه سهم داریم، نقش داریم، فردا میتونیم نقش بازی کنیم، میتونیم نقش بگیریم. اینی که کسی نمیاد تضمین کنه که معلومه من در مبارزه نباشم، حضور نداشته باشم، بعد چجوری انتظار داری که حقوقتو در نظر بگیرم؟ ببینید مثلا زنان، مطمئن باشید تا زنان در مبارزه شرکت نداشته باشن، پلاکارد خودشون رو نداشته باشن، شعار خودشون رو نداشته باشن، هیچ کسی حقوقشون رو تامین نمی‌کنه. محاله. فکر کنید مثلا حتی همین اقوام، خب اینا اگر تو مبارزه نباشن، صف خودشون رو مشخص نکنن، خواستشون رو مشخص نکنن، خب معلومه کسی فردا محلی به اینا نمیذاره، معلومه حقوق اینا چجوری حقوقشون به دست میاد، حضورشون در خود مبارزه و مشارکت، اون وقتی میتونن تو قدرت مشارکت کنن، وگرنه بازیشون نمیدن. همینطور بریم مثلا کارگران، شما فکر میکنید مثلا اگر سندیکاها تشکیل نشه، اگه اتحادیه کارگری تشکیل نشه، اگه مبارزات کارگری نباشه، فکر میکنید کسی حقوق کارگر رو فقط به رسمیت میشناسه؟ اگه کسی بهتون گفت بدون داره گولت میزنه، باور نکنید. پس هر کسی، هر قشری، هر حتی وقتی بریم توی اقوام، اونجا هم به نسبت مشارکتی که در مبارزه و در قدرت بعدن دارن حقوقشون تامین میشه. در غیر این صورت هر کی هم بهتون قول داد بدونید که این واقعی نیست، چون به قدرت برسه فرق میکنه با الان. الان من 100 تا میتونم قول به شما بدم،
ولی فردا که در قدرت باشم چقدر این قولامو عملی میکنم؟ معلومه به مستقی. اگر ببخشید من وسط حرفتون اومدم، اگر حرفتون تمام نشده بفرمایید. نه من جواب سوال قبلیمو نگرفتم، اینکه بابت اینکه چه مبارزه‌ای رو برای مردم عادی پیشنهاد می‌کنید و اینکه در مورد اون شعر گفتید. در کتاب خاطراتتون از زندان چه چیزی رو بیشتر از حد مد نظر دارید که می‌خواید همین الان اون رو بازگو کنید؟ و در مورد کتاب‌هاتون اگر ممکنه، چند تا کتاب نوشتین و چه به چه اسم اسامی هست و مردم به چه صورتی میتونن اونها رو دنبال کنن یا بخونن؟ ببینید اول از اون که چه شکلی از مبارزه، من گفتم شکل مبارزه رو خود مردم تعیین میکنن، خب، و نیروهایی که در صحنه هستن. من الان اینجا و دستی از دور دستی بر آتش دارم و چون خودم هم بهایی رو برای اون نوع از مبارزه نمی پردازم، اولا نمیتونم با آدم ها توصیه کنم. شما فکر کنید، من فکر کنم مثلا اینی که شما اصلا هم دست بگی برید تو خیابون خیلی کار خوبیه. خب وقتی خودم اینجا هستم و این بها رو نمی پردازم، چجوری هم مردم همچین انتظاری داشته باشم یا همچین توصیه کنم؟ از نظر من این اشتباهه. ولی خب این مردم هستن، به نظر من خود جوان ها، خود مردم، خود نیروهای سیاسی شکل درست مبارزه رو قطعا پیدا خواهند کرد. ولی من توصیه من اینه که شکلی که بتونه اقشار بیشتری از مردم رو به صحنه بکشونه و اونا رو بیشتر در صحنه نگه داره، این موثره. حالا این که دیگه به چه شکل رو اینا، اونو باید تو عمل دید. در ارتباط با موضوع کتاب های منم، به عبارت خاطرات من، خب خاطرات زندانم، من 7-8 تا کتاب. آیا شکنجه هم شدید توی زندان در مورد شعر که فرمودید؟ بله، به من 7-8 تا کتاب هم راجع به زندانه مستقیما. خب 7 تا کتاب هم اساسا مال زندانه و خاطرات 4 جلدیمه و یکی هم دوزخ روی زمینی که ریشه های ایدئولوژیک شکنجه رو توش توضیح میدم و یکی هم خب شعر زندانه که باره بعد 67 و یکی هم کار تحقیقی راجع به 67 و همچنین قبرهای کسایی که اعدام شده تو 67 اعدام شدن. خب این 7 جلد کتاب همه، اون 4 جلدش هم گفتم خاطرات زندان همه که هر کدومش مالی یکی از زندان ها و یک دوره از زندانیست که من درش بودم، دوره زندان 10 ساله اون هست. و من مجموعه 22 جلد کتاب منتشر کردم، ما یه دونه ترجمه، یه دونه که انگلیسیه، 23 جلد کتاب منتشر کردم. کسایی که اگه بخواین کتاب های من رو ببینن میتونن به سایت هم مراجعه کنن. سمت چپ سایت هم irajmestaghi.com، سمت چپ عکس کتابه، رو هر کدوم بزنن کتاب ها من رو میبینن، میتونن هم بخونن، میتونن دانلود به صورت PDF. بله بله، بسیار عالی. میتونن دانلود کنن، میتونن همونجا بخونن. و خب کتاب اخیر هم که منتشر شده 4 جلدی، اون راجع به سیستم امنیتی و سیستم قضایی از روز اول انقلابه که 4 جلده و 2000 صفحه است تقریبا. اینی که میتونن شناختی پیدا کنن از دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و کاراشون. این حال داره، ما 11 جلد کتاب گفتم و در هر صورت گفتم که در جریان باشن دوستان اگه میخوان. خب کتاب هم همش توی اون سایت هم هست، میتونن ملاحظه کنن. بله، چون وقت نگیرم دیگه. بسیار عالی. اگر هم اجازه بدید از طرف شما، ما کتابتون رو توی سایت خودمون میذاریم، این اجازه رو دارید؟ بسیار. اما شما گفتین که به هر حال نیروهای انقلاب یا نیروهای تغییر در داخل ایران هستند و کسانی که به هر حال خارج از ایران هستند، به عنوان حداکثر نقشی که میتونن داشته باشن، به عنوان یک پشتیبان یا پشت خط میتونن یک سری پشتیبانی ها رو بکنن. اگه ما بیایم به هر حال توی همین حوزه پشت خطی که به هر حال مبارزات در ایران اتفاق میفته، حداقل صدای اونها خواهیم بود،
ما سه تا گفتمان میشه گفت همیشه در حال درگیری با هم داریم. میخوام نظر شخصی خودت رو به عنوان یک ایرانی بدونم که سه گفتمان پادشاهی، پارلمانی، جمهوری و فدرال داریم. نظر خودت در مورد کدوم از اینها مناسب‌تره یا حداقل نزدیک‌تره یا یکی از اینها رو از نظر خودتون مناسب‌تر می‌دونید؟ و دوم اینکه آیا این گفتمان با شدت لحن که نمی‌شد گفتمان، این دعوایی که بین این سه نوع تفکر هست بین پادشاهی، پارلمانی، جمهوری و فدرال، آیا این مثبت یا نه منفیه؟ بعد نقاط ضعف و قوت این نوع برخوردهایی که با هم دیگه دارن چیه؟ آیا ضعف قوته؟ ببینید من خودم یه جمهوری خواهم و همیشه هم گفتم من جمهوری خواهم و برای کشورهای مثل ایران که اساساً تجربه دموکراتیک هم نداشته، وجود حکومتهایی که میتونه به سرعت به دیکتاتوری منجر بشه بسیار خطرناکه. از این بابت من موافق سلطنت به هر شکلیش نیستم، چون ممکنه حتی شما مثلا فکر کنید مثلا رضا پهلوی یه فردیست بسیار دموکرات منش، ولی ببینید با یه مصوبه میتونه همه چی عوض شه. وقتی شما سیستم رو بر یک سیستم در واقع میتونم بگم غیر متمرکز قرار نمیدید و یا از یه طرف یک حکومتی که مثلا یک نفر درش موروثی به چرخه، خب این به سادگی میتونه این به چرخه و تبدیل به دیکتاتوری بشه. حالا حتی اگه تو اولین دور نه، تو بعدش و بعدش میتونه این اتفاق بود. اساسا ضرورتی هم نداره شاهی که قرار باشه اختیاراتی نداشته باشه، چرا باشه اصلا؟ بنابراین من از این بابت موافقتی ندارم. اما خب این شکل حکومت برمیگرده به بعد از تلاشی سیستم که آقا سلطنت خوبه، جمهوری خوبه یا هر شکلی دیگه، اینی که شما از الان بخواید روی این مسائل برین و دعوا مرافع، من الان به جای که یقه رژیم بگیرم دعوام باشه با اونایی که سلطنت طلب هستن که آقا نه، یا اونا با من باشه، فرق نمی کنه. من اساسا شکل فدرالیزم رو که در ایران مطلقا نمی پذیرم، بسیار بسیار خطرناک می دونم برای ایران. و کسایی که الان مطرح می کنن به نوعی به نظر من بدونی که خودشونم بخوان این بذر کینه رو بین مردم میکنن و این به نفع رژیم در برخلاف منافع ملیه و به نوعی کمک میکنه به رژیم برای اینکه بتونه بیشتر در قدرت بمونه. مادامی هم که رژیم در قدرت بمونه هیچکی به حقش نمیرسه. برای اینکه ببینید ما تو کشوری زندگی میکنیم که به سادگی میتونه هر چیزی به بحران تبدیل شه. ما وقتی در دسفول و اندیمش اون همه مشکل بین مردم داریم که عوض شدن یه علامت توی بزرگ راه باعث درگیری میشه، یه علامت رو بذاری این ور یه بذاری اون ور، شما تو کازرون یه شهر رو نصف میکنن، هیچ کارش هم نکردن، هیچی هم نرفته، فقط یه شهر شده نصف. خداقا یه شهره، حالا دوتا. اون مصیبت ما تو کازرون داشتیم. هنوز به خاطر اینکه مرکز استان بروجرد باشه یا لور یا خرم‌آباد بین لورها درگیریه. بعد شما چطوری میخواین اینو در سطح کشور تعمیم بدید؟ وقتی بزرگترین خون و خونریزی رو شما میتونید در کردستان و آذربایجان شاهدش باشید. اینا رو ما تجربه کردیم، دیدیم همه. بنابراین به نظر من بایستی روی حقوق شهروندی تکیه کرد. رژیم الان تمام تلاشش اینه که به این درگیری ها دامن بزنه.
یعنی هر جا شما دعوای بین سلطنت طلب، پادشاهی خواه، نمیدونم با جمهوری خواه میبینید، بدونید پشتش رژیمه، بدونید خط رژیمه. حالا اگه من خودم هم دارم فی سبیل الله دعوا میکنم، ولی بدونید که خط رژیمه. حالا دیروز یه مقاله در اومده از یه کسی به نام رها جنیدی، چون این چهار تا گروه به هم تفاهم نامه امضا کردن، فرشگرد و سکولار دموکرات و نمیدونم حزب مشروطه و با مهستان، این چهار تا با هم تفاهم نامه امضا کردن. این رها جنیدی مقاله می‌نویسه، اول از اون که مرده، ادای زن در میاره که مثلا ازش هم گذشته رها، این مرد از نوشتارش کاملا مشخصه مرد. بدون تردید وزارت اطلاعات، بدون تردید، منم تجربه دارم دیگه. و بعد ببینید چی میخواد، میگه این چیزایی که اینا گفتن خیلی منطقیه، همش خوبه محتوا، اما کافی نیست، بایستی به شکل پرداخت. کدوم حکومت؟ حکومت سلطنتی یا جمهوری؟ فدرالیست هم که اصلا حضرشون باید کرد. خب ببینید کاملا مشخصه این خط وزارت اطلاعات، این حرف وزارت اطلاعات. اطلاعیه شب در اومده مال اون چهار تا گروه تفاهم کرد، صبح این مطلبش داده بیرون، بدون تردید وزارت اطلاعات رها جنیدی. و خب وقتی ما اینو میبینیم باید هوشیار بشیم، وقتی رژیم میاد با چراغ خاموش یه همچین خطی رو، یه همچین تیلهی رو میندازه وسط، شما نباید دنبالش برید. اگه تا دیروزم میرفتی، امروز باید هوشیار بشی دیگه نری. این هم نظر. یه دعوایی هم هست من دیدم در بین بسیار از این نیروهای سیاسی، همینجور که شما خودتون گفتین، نمیدونم مصدق شاه کودتای 28 مرداد، نمیدونم قیام ملی، اینا دعواییست که به هیچ جام نمیرسه. شما که من که میگم قیام ملی که تو نمیتونی من رو توجیه هم کنی، که اون یکی هم میاد قانع هم کنی، که اون یکی هم که عکسش میگه، میگه کودتا، شما که نمیتونی نظرش عوض کنی. که ببینید مصدق و شاه و همه کسانی که تو اون کودتا دست داشتن، همشون سینه خاک خوابیدن، همشون هفت کفن پوسوندن، فقط یکیشون جنازهش مونده، این هم اردشیر زاهدیه که جنازه متحرک. حالا دیگه نه به شاه وفا داره نه به مصدق، فعلا دل در گروه قاسم سلیمانی داره، این یکی هم که مونده ربطی به هیچ کدوم نداره، نه ربطی به شاه و سلطنت داره، نه ربطی به جمهوری و مصدق داره، فقط فعلا عاشق چشم ابروی قاسم سلیمانیه که در گور رفته بود، نمیدونم بقیه شد. بنابراین نمیدونم یکی میاد میگه من راه مصدقم، اون یکی میگه ما مصدقی ها، صرف نظر از این که این حرف اصلا غیر منطقیه، کسی که 55 سال مرده مصدق، شما چجوری مصدقی هستی؟ معلوم نیست مصدق اگه زنده بود امروز چی کار میکرد، حتی معلوم نیست اگه شاه زنده بود چی کار میکرد. آدم ها تا روزی که زندن، خب تا اون روز موازشون مشخصه. من میتونم بگم من علاقمند به مصدقم، خب ولی نمیتونم بگم من راه مصدق رو میرم. معلوم نیست مصدق اگه زنده بود الان چی کار میکرد، که من نمیتونم هرچی تو ذهن خودمه به مصدق رفت بدم. که اینی که به نظر من از این دعواها باید پرهیز کرد، به جایی نمیرسه. بعد بابا یه اتفاقی 70 سال پیش افتاده، ما که نمیتونیم 700 سال دنبال این بدویم، که اینو باید تو تاریخ دنبال کرد، هیچ اشکال نداره تو بحث تاریخ، تو دانشگاه، تو بحث‌های آکادمیک کتاب بنویسیم بحث کنیم، تموم شده. ولی این که بخوای اینو بهانه کنی برای حمله به این گروه، حمله به این شخص، حمله به اون شخص، غلطه. چون موضوع اصلا
موضوع امروز ما نیست. یه دعوایی بوده 70 سال پیش، خوب بعد تموم شده رفت. ما که نمیتونیم سرنوشت چند نسل دیگر هم گره بزنیم به اون واقعی که 70 سال پیش تو کشورمون اتفاق بود. این کار هم بسیار عالی. بسیار عالی. جناب مستقی، در مورد حمید نوری ما از شما کم سوال کردیم و فقط فرمودید که بازداشتش دوباره داره تمدید میشه. من از شما میخوام سوال بکنم که آیا خانواده هایی به این شکایت پیوستند یا خیر، و اینکه امثال حمید نوری ها رو ما چگونه میتونیم به دام بندازیم؟ شاید امثال حمید نوری ها در خارج از کشور فراوان باشن. و در مورد گورهای قبرهای خاوران و جاهای گورهای دست جمعی که در مورد کشتارهای سال 67 اتفاق افتاده میخواستم بیشتر توضیح بدید، که الان چند وقت پیش من در یکی از خبرها خوندم یکی از مادران داغدار خاوران فوت کردن. اگر اینها از بین برن خدای نکرده، تکلیف این گورهای دست جمعی چه خواهد شد؟ آیا کسانی هستند که دنبال رو باشند؟ آیا کسانی هستند که دنبال روی دستگیری حمید نوری ها باشند؟ مرسی. ببینید، در ارتباط با پرونده حمید نوری باید عرض کنم، خب هر کسی که تو زندان گوهردشت بوده در جریان کشتار 67 میتونه بیاد شکایت کنه، میتونه بیاد شهادت بده. هر کسی تو گوهردشت بوده در سال 67، چون موضوعی که امروز مد نظر دادستانه همین کشتار 67 و نقش این آدم تو اون کشتار. میتونه کسایی هم که در واقع عزیزانشون از دست دادن، حالا باید درجه یک باشن، مثل همه پرونده های دیگه که پسرم ببره شکایت کنه، نمیشه، باید اعضای درجه یک خانواده باشن، به خصوص پدر مادر یا همسر، خواهر برادرم کمتره، باید برن شکایت کنن برای دادخواهی. و خب اومدن خانواده هایی اومدن، ولی همچنان ما منتظریم خانواده های دیگه که عزیزانشون از دست دادن بیان و تقاضای شهادت بدن یا شکایت بدن. اینی که این پرونده حمید نوریه و در ارتباط با گورها، ببینید من خودم یه کتابی دارم به نام رقص قوقوس‌ها و آواز خاکستر، راجب گورهایی در بهشت زهراست، کشتار کسایی که در کشتار 67 جان خودشون از دست دادن و رژیم ادعا میکنه در بهشت زهرا خاکه. من حدود 400 تا گور رو عکساشو تهیه کردم که تو اون کتاب هست، عکسای رنگی نزدیک 400 تا گوره. و خب ما تو هفته گذشته مادر بازرگان داشتیم که خب سرشون در کشتار 67 اعدام شده و ایشون خب بعد از 3 دهه دادخواهی خودشون هم در گذشتن. بهتر خب اعضای خانواده میتونن دنبال کنن، کما اینکه خب دخترای ایشون دارن دنبال میکنن، خواهرای بیژن بازرگان دارن دنبال میکنن موضوع کشتار رو. کسای دیگه هم میتونن یا برای دادخواهی میتونن این کار رو بکنن، میتونن. کجا باید دادخواهی بشه؟ به چه آدرسی؟ به کدوم دادگاه؟ در ارتباط با حمید نوری؟ نه، اون یه دو تا بحثه، یکی در ارتباط با حمید نوری، یکی هم در ارتباط با حمید نوری ها. عزیزی رو از دست دادن میتونن به وکیل پرونده مراجعه کنن و شکایت کنن یا به دادستان سوئد، ولی خب از طریق وکیل بکنن بهتره. و این خب چیزیه که هر کسی میتونه خودش این کار رو انجام بده.
در ارتباط با جای دیگه اقدام قانونی بخواید انجام بدید، اقدام قانونی دیگه ای نیست. میتونید تبلیغ کنن، میتونن فشار بیارن، میتونن خواستشون رو بیان بکنن به دست مراجع بین المللی که این به دست فراموشی سپرده نشه. ولی بعض ما اینه که تو رابطه با حمید نوری باید مستقیم درگیر باشه. این یکی. و در ارتباط با این که پیگیری کنن حالا گروه‌های دست جمعی و یا موارد مشابه ها، این پیگیری خب نزد رژیم که نمیتونه باشه، اونا کسا اهمیت نمیدن. مراجع بین‌المللی هم خب یکی گزارشگر ویژه هست که میتونن اگه موردی هست با گزارشگر ویژه ایران مطرح بکنن آقای جاوید، و یا اینکه میتونن به جنبه تبلیغی پشت قضیه برن. میدونید چون ما که الان امکانی نداریم، ولی امکان حقوقی یا روشنگری کنیم که این مسئله به دست فراموشی سپرده نشه، با فراموشی مبارزه کنیم. این خیلی مهمه. ما الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، خب یه موقعی خاوران رو میخواستن از بین ببرن و تلاش کرده بودن خاکریزی کنن، خب با همین تلاش خانواده ها جلوش گرفته شد، وگرنه رژیم تا حالا 100 دفعه خاوران رو از بین برده بود. این روشنگری ها مؤثر، تا حالا مؤثر بوده و این خیلی مهمه. ولی اینکه بتونید لازم اقدام حقوقی بکنید، نه متاسفانه نمیشه، چون این جنایات مربوط به قبل از سال 2001 هستش که اساسنامه این روم تصویب شد و بعد دادگاه کیفری بین المللی تشکیل شد، به جنایاتی رسیدگی میکنه که بعد از 2002 اتفاق افتاده باشه. اونچه که حالا ما کار کردیم در ارتباط با حمید نوری استفاده از قانون دیگه است که اونم بهش میگن یونیورسال یوریستیکشن، یعنی در واقع صلاحیت جهانی. شما یه جای دیگه دنیا جرم جنایت علیه بشریت انجام بدی، وقتی بیای سوئد، وقتی بری آلمان، انگار تو خاک خودشون این جرم و جنایت انجام دادی. به همین دلیل الان تو سه تا پرونده، سه تا سوریایی رو تو آلمان دستگیر کردن و دارن محاکمه میکنن. یعنی دنیا برای اینا داره تنگتر میشه، دنیا برای ناقضین حقوق بشر هر روز تنگتر و تنگتر میشه. و امیدوارم جایی دیگه برسیم که هیچ جایی اینا در دنیا نداشته باشن، براشون همه جا تنگ و تاریک باشه. جناب مستقی، در صحبت‌های شما گفتیم که فاصله بین دوتا انقلاب معمولاً زیاده، تغییرات اجتماعی نیاز به زمان داره که این زمان برای سینما شاید زیاد باشه ولی برای تاریخ آنچنان زیاد نیست. ولی ما استثناهایی هم داریم، به عنوان مثال در مصر که در یک فاصله زمانی کوتاه چند حکومت تغییر کرد و حتی دو تا رئیس جمهور حداقل به دادگاه رفتن. چه کار میشه کرد؟ یعنی راهکار چیه که ما بتونیم به عنوان یک کاتالیزور، به هر حال نقش ما از دیدگاه شما نقش پشت جبهه رو داره و خط اصلی این تغییر در داخل ایرانه، چه کار میشه کرد که به عنوان یک کاتالیزور که این رو سریعتر یا زودتر به مقصد رسید؟ چون به هر حال وضعیت داخل ایران و وضعیت ایران وضعیت از هیچ لحاظ، نه از لحاظ بهداشتی نه از لحاظ اقتصادی، از هیچ لحاظ وضعیت مناسبی نیست برای مردم داخل ایران. راهکار شما برای رسیدن به نقطه جوش و نقطه تغییر چیه؟ خب ببینید، مسئله همینجاست. تفاوت بین ایران و مصر، ببینید تو مصر انقلابی صورت نگرفته، تو مصر یه سری تحولات سیاسیه. تحولات سیاسی با این انقلاب فرق میکنه. شما فکرشو کنید یک نظام پادشاهی رو در ایران شما از بین بردید به یک انقلاب، یکی از بزرگترین انقلابات اجتماعی در قرن 20 به وقوع پیوسته تو ایران. و اگه اینکه فکر کنیم جامعه دوباره کشش اینو داره که یه انقلاب به سرعت بکنه، اینجوری نیست. ببینید تو خود روسیه تحول 70 سال طول کشید، 73 سال طول کشید تا تحول صورت گرفت. تو روسیه 73 سال.
و حالا در ما یه انقلابی، اونم یه انقلاب مذهبی که ریشه در اعتقادات مردم داره صورت گرفته تو این کشور. 42-43 سال و اینا برای تحول اجتماعی تو ایران زیاد نیست، میگم برای عمر ما زیاده. و به همین دلیل شما نگاه کنید یه نفر یا مثلا بین حتی زاییدن افراد میگن فاصله است، نمیتونه به وقوع بپیونده و نپیوسته. تو ایران هم همین از این قاعده تا حالا آقا 40 سال گذشته دیگه، مستثنا نیست ایران هم. تو همه جای دیگه دنیا هم همین ترتیب بوده دیگه. یه بخش دیگه سوالتون هم چی بود؟ کاتالیزور رو ما اصولا اینجوری نیست که مثل مثلا محلول شیمی نیست که ما یک کاتالیزور داشته باشیم بریزیم توش. خیلی سیستم رو کاتالیزور عمل میکنه، خب دست ما هم نیست و خارج از ذهن ماست. شما فکر کنید مثلا میگم، حالا نه اینکه این اتفاق بیفته، فکر کنید کرونا میتونه هم کاتالیزور باشه هم مانع باشه، یعنی هم به عقب بیاندازه حالا بنابرای دلائلی و هم تسریع کنه باز به دلائلی. بنابراین این داستان کاتالیزور که میگیم چیزی نیست که ما بریزیم. راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم چیه به صورت سریع؟ این تحولات که تو جامعه، حالا مثلا فکر کنید مثلا یهو تو ایران زلزله میاد، تو همین تهران که دیشب اومده، خب این زلزله دو وجه داره، یا میتونه باعث اگه تلفات داشته باشه سنگین، یا میتونه قفل کنه جامعه رو برای مدتی، یعنی ملت رو اصلا بی اختیار بکنه. بعضی موقع دیدید مصیبت انقدر زیاد میشه که یارو دیگه اصلا خودشو ول میکنه. الان هم همینطوره، یعنی این مسئله ما نمیدونیم که میگید مثلا میگم یه زلزله میتونه کاتالیزور باشه میتونه مانع باشه، همین کرونا میتونه مانع باشه میتونه تسریع بکنه کاتالیزور باشه، اینو باید دید. ولی به نظر من چه کاتالیزورها چه موانع خارج از اراده ما هستن، یعنی اینا به وقوع میفرسته. حالا ما فقط وظیفه همونه که بتونیم از این پدیده استفاده کنیم، درست کنم ولی ما باید ازش استفاده کنیم، یا از آتش فشان یا از زلزله یا هر چی دیگه، بلا یا سی. متشکرم، ببخشید چون وقتمون کوتاه هست، من به عنوان آخرین سوال اگر کوتاه جواب بدید که سوالای دیگه هم اگر پیش بیاد بتونید ازتون بپرسیم. اینجوری که شما در مورد سوالات ما پاسخ میدید، این به این نتیجه من میرسم خود شخصی بنده که مردم به تنهایی نمیتونن کاری رو انجام بدن. من این سوال برام پیش میاد که در سال 1357 که سرنگونی رژیم شاه صورت گرفت، آیا دست های پشت پرده‌ای هم وجود داشتند یا خیر، مثل انور سادات، ببخشید یاسر عرفات، موضوعی میکنم مثل یاسر عرفات که رهبر فلسطینیان اون موقع بود و چریک هایی رو توی تظاهرات میدان ژاله میگفتن پخش کرده، یا امثال آمریکایی ها انگلیسی ها که در پشت پرده دلارهایی رو خرج میکردن برای اینکه بتونن خمینی رو طور دیگه ای جلوه بدن، در فرانسه هم همینطور. آیا نقش خارجی ها هم مثمر ثمر هست یا خیر؟ ببینید اصولا در تحولات همیشه استفاده از پتانسیل بین المللی لازمه، همیشه هم بوده. یعنی شما تو تغییر تحولی بخوای صورت بدی، خصوصا تو ایران تو 100 سال گذشته اینجوری بوده، 120 سال گذشته هر تحولی تو ایران صورت گرفته، چه مثبت چه منفی. حالا شما نظرتون هر چی میخواد باشه باشه، یه پدیده شاید شما مثبت ببینید من منفی میبینم یا برعکسش، در هر صورت به نوعی همراهی با غرب و درش میبینید. هر نوع تحولات که تو ایران بوده از هر زاویه مثبت یا منفی بهش نگاه کنی اینو داری می‌بینی. یک، ولی حالا تو سال 57
نه این داستانایی که میبافن یه سری از این سلطنت طلبا برای اینکه واقعیت رو نپذیرن و اینها، نه عرفات اومده بود میدون جاله خاک بر سر ساواک میکنن، خاک بر سر اون حکومت. و اگر واقعا کسی این توهین به شاه، این توهین به حکومت، این توهین به ارتش، این توهین به ارکانه، اما خاک بر سر حکومتی بکنن که یه مش فلسطینی صاف میاد تو خیابون، اون ارتش داری، شهربانی رو داری، ساواک رو داری، قدرت رو داری، همه چی رو داری، اینا صاف میان تو اینجا، بعد صاف میان یه سری تحرکی انجام میدن، بعد اون وقت میرن، بعد تو نه یکی هم میتونی بگیری. بابا مگه فیلمه؟ مگه رامبوه؟ آخه این مزخرفات چیه؟ از اون طرف هم من یادمه میگفتن که اینا که سربازای ایرانی نکشتن، که اسرائیلیا بودن آمدن کشتن، انگار که مثلا ما ایرانی قاتل کم داریم مثلا. میدونی؟ یا برید نه مردم ایرانن حرفات چی چیه، یعنی گور نداره برای خودش که کفن داشته باشه، این حرفا چیه؟ حالا شما با یکی بدی میرن میسازن از این داستانا، ولی واقعیت که این نیستش که آخه من میخوام ببینم کشوری که مرز داره، کشوری مرزبانی داره، کشوری که ارتش داره، ضد اطلاعات داره، نمیدونم رکن دو داره، بعد ساواک داره، بعد جلو چش همه یه سری فلسطینی میان، بعد چی کار بکنن؟ آقا حکومت نظامی شبونه، حکومت نظامی اعلام کردی صبح مردم وسیب کله، خیلی واضحه، حالا مسئولیتشو بپذیری یا افتخار کن بگو کشتم، یا بگو آقا اشتباه کردم. این مزخرفات دیگه چیه؟ آخه ببینید با این کاری بتونی جایی برسی؟ هیچ آدم عاقلی، هیچ آدمی که سر سوزنی برای حرفش احترام قائل باشه و نخواد به عقل و شعور خودش و به عقل و شعور بینندش شنوندش بی احترامی کنه که نمیدی حرفا رو بزنه که عرفات نمیدونم فلان کرده. خب ولی بدون تردید دو چیز عامل این تحول بود، یکی بیماری شاه، بی ارادگی شاه، اون که اون وقتی همیشه به بحران میخورد نمیتونست تصمیم بگیره، تو 32 هم اینجوری بود، تو 42 هم اینجوری بود، منتها تو 42 علم بود قائله رو جمعش کرد. یکی از درخشان ترین تصمیماتی که علم گرفت و گفت آقا مسئولیت رو گردن من ترتیبشو میدم، جمع کردن قائله 42 بود و کار بسیار بسیار درستی بود. شاه در سال 57 تقریبا میتونم بگم نمیتونست تصمیم بگیره به هیچ وجه و حالت پاندولی داشت و قدرت تصمیم گیری را دست داده بود. یکی از عوامل مهم سقوط رژیم پهلوی همین وضعیت. دو، قدرت های غربی دنبال منافعشون، اونا عاشق چنبو شاه و مردم ایران که نیستن، اونا توی نقطه به رسیده بودن، خمینی باشون مذاکره میکرد، قول و قرار میداد، وعده میداد توی پاریس و با آمریکایی‌ها تماس داشت، با انگلیسی‌ها تماس داشت، با فرانسوی‌ها تماس داشت، بیشتر تماسش با آمریکایی‌ها رو وعده میداد و اونا هم و خب این وسط بازرگان و اینا هم بودن، جبهه ملی هم بودن، اینا شدن محلل، اینا خودشون در صف اول میز جلو جا کرده بودن بدون اینکه واقعا قدرتی داشته باشن. قدرت اصلی جای دیگه بود ولی اینا نمایش داده میشدن. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که واقعا قراره قدرت به بازرگان و جبهه ملی و اینا منتقل بشه. خمینی هم با اینا بازی میکرد. از اون طرف میدونید آمریکایی‌ها هویزه رو فرستادن ایران که نه ارتش کودتا کنه، ارتش همراهی بکنه، ارتش اعلام بیطرفی بکنه. این چیزی بود که خب غربیا کردن، امریکایی ها کردن و خب شاه رو هم تحت فشار گذاشتن و او هم کشور رو ترک کرد. بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا نظام سلطنتی در کوتاه مدت فرو بپاشه. یک مسئله دیگه هم بود، همون ویژگی شاه بود که نمیخواست
حمام خود راه بندازه. شاه این ویژگی رو داشت که نمیخواست و خب همین رقت قلبش هم باعث فروپاشی سلطنت شد، چون میتونست مقاومت کنه ولی خب نکرد. حالا یا بیماریش بود یا هر دلیل دیگه ای، واقعا این کار نکرد. اینه که من فکر کنم همه این پارامترها رو باید ببینیم. دخالت خارجی بوده، تلاش برای انتقال آرام قدرت بوده، اینا بله. ولی این که نمیدونم از ابتدا امریکایی‌ها و نمیدونم غربی‌ها و اینا تحریک کردن که شاه رو بردارن، نه، اینا افسانه سازی و افسانه بافیه. هیچ کسی نمیخواست شاه رو برداره، ولی وقتی بحران شروع شد اونا دنبال منفعتشونن، بلا فاصله فکر کردن اگه شاه بره به نفعشونه، بتونن سریع تو ایران یک ثباتی ایجاد کنن، روسیه از اون ور نتون استفاده کنه. این چیزاییست که غربی‌ها اون موقع تو جنگ سرد حساب میکردن. ممنون از این مستاقی عزیز که باز هم در این دیر وقت خیلی مرکزی تشکر به ما وقت دادن. پایان برنامه است و سپاسگزارم از شما و از همه دوستانی که تا الان با برنامه چراغ قوه همراه ما بودن. ممنون و تشکر میکنم و همچنان راه ارتباطی شما با ما از طریق آدرسی که زیر صفحه هست همچنان موجود هست. شب و روز شما خوش. پاینده ایران.